سوال خیلی میتونه جالب باشه. بگیم که فکر کنید که هیتلر در جنگ پیروز میشد. اون رویاهای اون متحقق میشد. اون عکسی که روی تابلو میبینید صحنه ای از فیلم دیکتاتور بزرگ چارلی چاپلینه که امیدوارم این فیلم رو دیده باشید و اگر ندیدید حتما ببینید فیلم دیکتاتور بزرگ رو و توجه بکنید این فیلم رو چارلی چاپلین در زمانی ساخته که هنوز هیتلر در قدرت است و ببینید که یک هنرمند چطوری میتونه بینش داشته باشه از بسیاری از سیاستمداران بهتر. هیتلر چه جهانی میخواست بسازه و در این جهان چی بر سر ایران میامد؟ خواهش میکنم داوطلب بشید دو سه نفر به این پرسش فرضی جواب بدید ببینیم که اگر هیتلر پیروز میشد چی میشد و سرنوشت ایران چی میشد این وسط. اگر هیتلر پیروز میشد خب به خاطر اون بی‌طرفی که رضا شاه اعلام کرده بود فکر کنم دست بالایی داشتن ایران در قضیه و ما میتونستیم حتی آذربایجان، ارمنستان و این سرزمین‌ها رو که از دست دادیم این سر احمام کوچمنزار دوباره زمینه خاک ایران بشه و یک قصه همون چیزی که شما گفتیم و اون یعنی ترجمان و گفتمانی که اون موقع شده بود که آقا ما نژاد پاک آریا هستیم و خونمون آریاییه و برادران آلمانی ما در نبرد هستن و باید بهشون کمک کنیم، فکر میکنم موازنه قدرت به صورتی جلو میرفت که شاهد ورود آلمان به روسیه میشدیم، بعدش ورود اگر هیتلر در جنگ پیروز میشد چی میشد؟ بله، در گرایش آلمان پرستی، آلمان دوستی در دستگاه رضا شاه بود و اگر هیتلر در نبرد استالینگراد پیروز میشد، هدف هیتلر اینا این بود که از اونجا خودشونو برسونن به منابع نفت در این قسمت باکو یعنی آذربایجان. این اهمیت استراتژیک داشت. بنابراین این صحبت که اینا می اومدن هفت شهر قفقاز رو به ایران برمیگردوندن کاملا بیپا و اساسه. هدف گرفتن این مناطق نفتی بود و همینطوری پیشرفتن به سمت غلبه بر، یعنی این منطقه برای اونها منطقه برادران آریایی نبود، این منطقه نفت بود. ممکن بود مثل مناطق دیگه ابتدا از یک رژیم آلمان دوست پشتیبانی کنن و اینا رو تقویت کنن، چون اینا سرباز نداشتن که هر جایی رو سرباز آلمانی بذارن. خیلی خوششون میامد که در واقع عوامل محلی رو در خدمت خودشون بگیرن و اگر میتونستن برای اینا ایدئال بود، ولی به هر حال هدف اینها رسیدن به منابع نفتی. ولی از جهان شروع کن. اینها امید داشتن به کمک ژاپن و به کمک هیتلر، به کمک ایتالیا غلبه پیدا کنند. لهستان رو به طور کامل از بین می‌خواستن ببرن. این مناطق اسلاو رو به عنوان لبنزراوم یعنی قلمرو زیستی آلمانی‌ها اعلام کرده بودند، یعنی به اوکراین به ویژه و بعد بلاروس و روسیه به عنوان جایی که گندم تولید بشه و منابع کانی وجود داشته باشه برای سروری خلق آلمان و این تصور داشتن که این سرزمین کوچیکه برای این نژاد و این احتیاج به
گسترش داریم و فکر میکردن که میان و در واقع این را سروری میکنن و اون بقیه رو به بیگاری میکشونن و یا سرزمین های رو در واقع به صورت تحت قومیت خودشون ایجاد میکنن و پیش میرن. زمانی آرزو داشتن که با انگلیس حتی متحد بشن. دیدید که هس معاون هیتلر پرواز کرد اونجا، با چتر فرود آمد که بلکه بتونه معامله جوش بده با انگلیس، و خوشبختانه چنین چیزی صورت نگرفت. میخواست تحریک کنن که با انگلیس رو بگن که بیاید متحد بشیم علیه در واقع بولشویک‌ها، علیه روس‌ها، و بعد جهان رو بین خودمون تقسیم میکنیم. فرانسه رو که یک دولت دست نشانده ایجاد کرده بودن و با کمک این دولت دست نشانده و مارشال رومل خیال میکردن در آفریقا پیشروی میکنن و این قاره رو تحت سلطه در میارن. بعد در آسیا از این ور قلمرو نفوذ خودشون رو تقسیم میکنن با این، و بعد بلکه کار آمریکا رو فکر میکردن میتونن بسازن با کمک ژاپن و این رو تقسیم کنن و قلمرو در این مورد که اینا چه رویاهایی داشتن کار زیادی صورت گرفته. یک کتابی که خیلی مشهور هست، کتابی هست از رالف جوردانو نویسنده آلمانی یهودی تبار که همین اخیراً در گذشته، کتابی داره، این رمان نویس بود، رمان مشهوری داره به اسم برتینیز، خانواده برتینی ها، که فیلم مهمی هم از روش ساخته شده. رالف جوردانو کتابی نوشته به اسم اگر هیتلر جنگ رو می برد، نقشه های نازی ها برای پس از پیروزی نهایی، که رالف جوردانو این کتاب رو اساساً بر اساس اظهارات مقامات نازی نوشته و اون چیزی که اینها در دادگاه نورنبرگ مطرح کردن و کوشش کرده این تصویر رو در بیاره. ولی خب حالا ما صحبتمون اینه که این وسط وضع ایران چی میشد. ابتدا کارهای تاکتیکی رو بذاریم کنار، که مثلا ممکن بود با رضا شاه بسازه و بعد بگن آفرین شما برادران آریایی ما هستید و شما پسر خوبی هستید و اینجا باشید و کمکش هم بکنن و صنعت هم بهش بدن و از این حرف ها، و بگن که خیلی خوب شد به ما کمک کنید که ما انگلیس رو دشمن دیرینه شما رو از بین ببریم، یا اینکه روس ها رو برشون غلبه پیدا کنیم. ولی برای اینها طبق آنچه که اینها میخواستن، ایران یک چیز برش معنی داشت، نفت. یعنی ابتدا میخواستن به باکو برسن و بعد به جنوب ایران برسن. جنوب ایران برای اینها هم نفت بود و هم رسیدن به این آبهای گرم و از اینجا غلبه دریایی بر انگلیس و ایده تسلط بر اقیانوس هند و هندوستان. این ایران برای اینا این بود. و بعد ایران بخش بزرگیش از نظر اینها با اطمینان میتونستن بگن که اینا سامی هستن، و سامی یعنی در واقع به همون تیره تعلق دارن که یهودی ها تعلق دارن. حتی به لحاظ تئوری های نجات پرستانه خودشون
عرب ها و یهودی ها پسرمو هستن نسته و اینها از یک خون و یک تبارن، هم زبانشون در پیوند با یکدیگه و هم نژادشون و هم مشخصات این و هم درآمیختگی تاریخی که اینها داشتن. یعنی در نهایت برای اینها تمام این منطقه که منطقه ما منطقه قلبه و این نژاد در واقع به اصطلاح سامی هست، میشد منطقه که میبایست منطقه بردگان باشه و سروران بیان از جرمن ها و بر اینجا غلبه پیدا کنن و از این سرزمین استفاده کنن، از نفتش و اون کسایی هم که به اصطلاح عواملی هم هستن که با اینا همکاری. یعنی در واقع در برخلاف اون چیزی که شما گفتید، در رویای نازیستی ایران سرزمین بردگانه و سرزمین استفاده از منابع. که ایران در جنگ جهانی دوم کشید، درسته ایران خیلی آسیب دید ولی اصلا اون ابعادی نداره که ما بگیم 5-6 میلیون. اصلا چند چیزی این ابعاد درست نیست. ایران همون موقع چقدر بوده جمعیتش؟ به 14 میلیون بیشتر نمیرسه جمعیت ایران در اون موقع. و اینطوری نبوده که نصف این جمعیت از بین برده بشه. شما توجه بکنید که روس ها 20 میلیون کشته دادن در این جنگ. 20 میلیون کشته دادن. حالا منهای یعنی به هر حال جنگ جهانی بود که خیلی آسیب دیدن، ایران هم آسیب دید که این حجم آسیب خوشبختانه خیلی کم بوده. و این برای هم این چیز جالبی هم هست که تهران یکی از جاهایی بوده که یهودیان بهش پناه بردن. یهودیان لهستانی یک جایی رو داشتن در اونجا زندگی کردن و برخی از اینا برگشتن و این خاطره مونده و فیلم خیلی جالبی هم در این مورد از یهودیان لهستانی که در تهران به تهران خودشون رسونده بودن وجود داره و چه حس امتنان و سپاسگزاری دارن از پذیرایی که مردم کردن، مردمی که خودشون فقیر بودن و در جنگ بودن ولی کمک کردن و این اتفاقا یک چیز افتخارآموزه. ولی بعد آسیب‌های جنگی وجود داشته، من از پدرم شنیدم و به من نشون میداد اجناس رو کوپنی کرده بودن و در برخی جا قحطی خیلی شدید پیش آمد ولی این ابعاد رو نداشته. این تاریخی است که خیلی ما ازش فاصله نداریم و هر کس میتونه از پدر بزرگش بپرسه، مادر بزرگش بپرسه که چی گذشته و از سختی ها و مرارت ها تعریف میکنن. ولی این چیزی بود که میگذشت. یعنی ما میبایست انتقاد کنیم این دیدگاه رو. ایران متحد هیتلر نمیتونست باشه. ایران فقط برای هیتلر اینا میتونست یه تومه باشه، یه تومهی که به نفتش برسه، بخش کوچکی از جمعیت رو در خدمتش خودش بگیره و بخش بزرگ رو بردگان بدونه یا قابل نابود کردن بدونه، در واقع اون چیزی رو که اینا تشخیص میدادن که ما سامی هستن. به هر حال این رو در نظر بگیرید که فرهنگ ایرانی، سرزمین ایران، این آمیخته ای از این
نژادها، اقوام و گروه‌های قومی مختلفه. فرهنگ باستانی ایران یه رکن اساسیش دستاوردیه که ما از فرهنگ بابلی آشوری میگیریم و این فرهنگ بابلی آشوری این فرهنگی است که اساسش جز تو این تقسیم بندی‌ها جز فرهنگ سامی قرار میگیره. ممکنه بگید چی ما گرفتیم از فرهنگ بابلی آشوری؟ خط رو ما از اینا گرفتیم، نوشتن رو، و نه ایرانی ها بلکه جهانیان از اینا گرفتن. کشت گندم رو جهانیان از اینا گرفتن. جبر رو، حساب و جبر رو از این منطقه گرفته شده، یعنی در این منطقه بین النهرین هست که چنین چیزی زاده شده. یعنی این دستاوردهای تمدنی این منطقه در واقع که جز قلب فرهنگ سامی محسوب میشه، اینها ریخته در این فلات ایران، در این خطه فرهنگی ایران. و از طرف دیگه از سمت شرق، از سمت هندوستان کلی ایده ها آمده، فکر ها آمده، اندیشه ها آمده. بعد از قسمت شمال و جنوب ما همه این ایران درسته که تاخت و تاز شده و آمدن غارت کردن، ولی از طرف دیگه جایی بوده که این دستاوردهای تمدنی آمدن و اینجا در هم آمیختن. ما باید این رو توجه بکنیم که این محصول هیچ قوم خاصی نیست. این اونچه که ما داریم یک محصول مشترکه و این محصول مشترک ترک و یهودی و عرب و پارس و نمیدونم اقوام مختلف دیگه، کرد و اینا همه درش مشترک هم نست. و این فخر فروشی ها فقط منجر به جدایی میشه و منجر به تجزیه میشه، منجر به جنگ داخلی میشه. ما میبایست بر این اشتراکات تأکید کنیم. وقتی این فرهنگ رو داشته باشیم، خود به خود در برابر این دیدگاه های نجات پرستانه وای میسیم و در برابرش مقاومت میکنیم. در رابطه با اون چه هم که گفتید که ایرانی هولوکاست خاموش، بله حتما هولوکاست که لغت زیادیه، حتما در جنگ آسیب دیده، ولی به هر حال جنگی بوده که به همه جای جهان متاسفانه آسیب رسونده و حتی کشوری که اعلام کرده که بی‌طرف است. اینطوری هم هست که ما یک متد رو تاکید کردیم در تمام جلسه که از رنج یک مردمی که صحبت می‌کنیم به این معنی نیست که رنج دیگران رو ما میخواییم نادیده بگیریم.